بینندگان عزیز در برنامه کنگینه در کنگینه زبان درود، به 14 برنامه ما خوش آمدین. در برنامه امشب بر این مطالب گذر خواهیم داشت. نخست شناسایی ریشه شناسی واژه بامیان که ولایت داره به نام ولایت بامیان یا آستان بامیان. دومین مسئله که بر آن پرداخته خواهد شد ریشه شناسی واژه های آستان، استر و آسمان است. در بخش درست نویسی اشاره به واژه های استاد یا استاد، اعلا الف عین لام یا اعلا الف عین لام الف لام، استوانه بتی یا استوانه بتوی، اتاق بتی یا اتاق بتوی، طوفان بتی یا طوفان بتوی و امپراتور بتی یا امپراتور بتوی خواهم پرداخت. نخست در بخش شناسایی ریشناسی واژه بامیان. نام بامیان در خاردوستای 99 و 100 به گونه بامیان آمده است و در وندیداد به گونه وام گین آمده است و صورت پهلوی آن بامی کان می باشد و سپس به شکل بامیگان تغییر خورده است. بامی کان به مرور زمان بامیان شده و این واژه بر طبق قواعد زبان شناسی در واژه که عنصر صوتی گاف و کاف در میانشان یک واول قرار بگیره، بامیان یا بامیگان یا بامیگان، اغلب به وای تبدیل میشه، مانند چکانیان که شده چغانیان و آذربایجان شده آذربایجان و واژه بامیگان هم یا بامیکان هم شده بامیان. این واژه از دو واژه ترکیب شده، واژه بام و یان. واژه بام در واژه های بامداد و بامی به معنای روشنی است. در استا بامیه، گاه بامیشیه و زمان امشویه آمده است که به معنای روشنی است. در مسجد اسنا نمازی وجود داره به نام نمازی که در سحرگاه برپا می دارن به نام نماز بامدادان و جالب است که امی 5 وقت نماز در اوستا آمده و واژه مسجد هم واژه اوستایی است که به زبان عربی رفته و مسجد شده و نماز بامداد هم نماز سحرگاهان یا نمازی است که نماز صبح میگنش که هم در اوستا مروج بود. ولایت بامیان شهر تاریخی و دارای شهرت بسا زنده و کهن که در اغلب آثار تاریخی نام آن آمده است. استاده بدی بامیان شیر بنشسته به عز در بشیدی شاره، ناصر خسرو بگه. ای چرخ اینانم ز سفر هیچ متاب، نازدم ز سر ندیب ده آبم ز سر آب، هر شام ز بامیان دهم قرص اینان، هر بام ز شام ده مرا شربت آب. مجددین همگر، این شعر از مجددین همگر است که ادوارد براون را در کتاب بزرگش تاریخ جهان ثبت کرده. بر روایت قانون مسعودی جلد دوم روی 573 بامیان نام ولایت است در کوهستان. جالب است که واژه مواجه میان، واژه گفتاری مردم ما بین بلخ و غزنین، در هر یکی از کوههای آن ولایت صورت دو بود ساخته بودند که یکی را خنگ بود و دیگری را سرخ بود گفته می گفتند. در انجمنارای ناصری در مورد بامیان چنین آمده است: نام شهر است به میان کابل و بلخ، به جهت نسبت او بلخ را بامی خواندند و در میان کوه است و در آن کوه و صورتی است که از سنگ تراشیده و از کوه برآورده گفتند که ارتفاع هر یک از آنها به قدر 60 ذرع می شود و از آن 16 ذره یا میان آنها مجوف یا خالی است، چنان که از کف پایشان راه است نردبان پایه ساختند که در تمام جوف آنها توان گردید، حتی درون سرانگشتان هر یک، و این صورت را غرایب صنایع روزگار است و گفتند که این دو بت را سرخ بت و خنگ بت نام کردند و گفتند که سرخ بت، سرخ بت عاشق و مرد و خنگ بت معشوق و زن بوده و گفتند قریب به این دو پیکر صورت دیگری هست به شکل پیرزن و آن را نصرم نام بوده است. توجه کنین، خب نصرم نام، نون سین ری میم نصرم نام، بانوی نام افتیده بوده که چشمایش از لاجورد بسیار زیبا بوده و از سنگای مرصع ساخته شده بوده و طلا زیاد به کار بودن او را
زمان های پیش سرش بریدن و پارچه پارچه کردنش و از او آثار نمونده. و دو خود به خود دو بوت خنگ بوت و سرخ بوت بامیانه با درد دریخ که طالبا نامردانه عربیشه از بین بردن. اسدی در فرهنگ خود درباره بامیان می نویسد: در بامیان مجسمه های عظیم از بودا است که در کوه کنده اند. در تاخچه‌ای که مقر این پیکرها است تصاویری دیده می شود که سبک آن با نقوش مکشوفه در آسیای مرکزی شباهت دارد و از جهات هم شبیه نقوش کتیبه های ساسانی عهد شاپور اول است. توجه کردین این در مورد بامیان است، با آثاری که گنشته شده و ما نقل بالقول با صفحاتش بر شما پیشکش و عرض کردم. حال میپردازیم به آستان ها یا شهرستان ها یا ولسوالی های ولایت بامیان. اول پنجاب. ناحیه است در مرکز دایزنگی، چون از پنج دره و پنج رودخانه کوچک از آن میگذرد، در این بنا نام آن نیز پنجاب ساخته شده است. و جالب است که عین نام در هندوستان و پاکستان هم اگر بزرگ است به نام پنجاب که مردم از اون پنجابی میگن. اونجا پنجاب و فاجعه فارسی است که در زبان هندی باستانی و هندی امروز رفته و از که پانی بگوین فیر پنجاب میگن و پنجاب به معنی پنجاب است که عرض کردم براتون. دوم ولسوالی یا شهرستان شبر. در عبد کلیماتی دهانه دره شکاری در نزدیک شبر، البته نام قدیم از درنگار بوده، نام قدیمیش بوده از شبر، حال شبر گفته شده، از توابع غوربند است. چشمه وجود داشت که هندوان در آن خود را میشستند و نزد آنها مقدس بود و مانند گنگا آن را پاکیزه می دانند. سومین شهرستان یا ولسوالیش کهمرد است. اصلا کهمدر بوده و به روز زمان کهمدر بعد به کهمرد مبدل شده است. استخری در مسالک الممالک در صفحه 286 نام آن را کهمدر ثبت کرده است. ریشه شناسی واژه بامیان عرض کردم براتون و بخش دوم برنامه ما که ریشه شناسی واژه هاست و ریشه شناسی واژه آسان، استر و آستان خواهیم پرداخت. اول واژه آسان. آسان به معنای سرزنان، طلوع و در واژه خراسان در بلوچی آن را آسای به معنی بلند شدن و برخواستن همچنان گویند. و در واژه خراسان در سخنوری پیشتر پیشین خود خدمت شما عرض کرده بودم که خراسان است. زبان پهلوی هر کو بداند خراسان بود، آن بود که از بی خراید. و واژه خراسان و آسان در امو هم ذکر شده بود. همچنان به معنی بلند شدن و برخواستن است. همچنان این واژه بخوار، سل، هین، یسیر، احوان نیز معنی میدهد. همین این سخن بر دل آسان نبود، جز از خاموش هیچ درمان نبود. دوم واژه استر است. پرچه درونی جامعه که از سانسکریت به زبان فارسی آمده است، در زبان سانسکریت با نام استرانه ثبت شده، در زبان ارمنی نیز به نام استر رفته و در زبان پشتوی ما نیز آن را استر ثبت کردن. واژه آستان. درگاه، کاخ، آستانه در وستایی آستان بوده، در معنی آستان شده، چنان که فردوسی گوید بر آستانه نهادن روی و یا در جای دیگر گوید سخن را نخست آستانه منم. سخن را نخست آستانه منم. خب این بود ریشه شناسی سه واژه که خدمت شما عرض شد. در بخش درست نویسی توجه شما را به این واژه ها جلب میکنیم. یک واژه طوفان. واژه فارسی که در زبان پیشینی به معنای شور و غوغا و فریاد و صدا است و غلغله، همچون ازدحام مردم و جانداران طوفان میگن و در جای برخیزد غرش باد، خروش و تند باد به اصل آن فارسی است و پهلوی و در زبانهای تازی رفته به گونه طوفان شده است. اصل مصدر آن توفیدن است. در لغت فارس نیز طوفان ثبت شده است. یکی دوستش بود طوفان بنام، پسی آزموده بناکام و کام از انصوری است. مگر طوفان تازی عربی که به معنای باران سخت است همه جا رسد، آبی که همه چیز را فرا گیرد، باید طوفان نشته شود نبتی. و این واژه حتی در تیفون رفته، در زبان های مختلف جان حتی تا زبان ژاپنی را کشیده. این بود بخش ریشه شناسی سه واژه و کاربرد درست واژه طوفان و امثال از هم. در مورد واژه های استر، خب در مورد چند واژه دیگه خدمت شما عرض کنم که درباره واژه استوانه اعلا.
واژه استاز یا استاد، استاز بزال یا استاد بدال، به هر دویش درست است. اعلا الف عین لام یا اعلا الف عین لام الف لا، هر دویش درست است. ولی هر دو واژه عربی است که از زبان به زبان فارسی بام شدن. استوانه یا استوانه، استوانه واژه فارسی است. نوشتن از بتی درستتر است تا بتوی، و توی معنی نمیده. اتاق یا اتاق، الف تی الف قاف یا اتاق الف توی الف قاف، این وام واژه از زبان ترکی آمده. ما واژه های زیاد از زبان ترکی به زبان فارسی وام گرفتیم که یکی از این واژه ها واژه اتاق است. اتاق به معنای جای، اتاق یا خانه یا کنت یا کنده یا ککنه که زبان های وستایی بوده، این با تغییر شکل به اصطلاح بوده است و از زبان ترکی در زبان فارسی وام شده. بهتر است که به الف تی الف قاف نشته کنیم تا الف توی الف قاف، چون اتاق نادرست است. خب امپراتور یا امپراتور، الف میم پی ری الف تی و ری، یا الف میم پی ری امپراتوی و ری، الف توی و ری، به توی نادرست است. امپراتور ما باید به تی نشه کنیم چون واژه انگلیسی یا لاتینی است و به زبان فارسی آمده و زبان از عربی به زبان عربی به زبان فارسی آمده، چون عربا به توی می نشتنش امپراتور و ما نمی‌فهم چرا رو به زبان به توی نشته کردن، ولی درست‌ترش است که به توی نشته شود. در این بخش بپردازیم به یک بخش جالب و جدیدگی که مناسبات زبان‌های ترکی با زبان فارسی است. برعکس برنامه قبلی خود، حالا از آخر به پایان شروع می‌کنیم. دوستان عزیز، یکی از زبان‌های بسیار باستانی که در مناطق مختلف جهان صحبت میشه، زبان خانواده زبان‌های مغولی و ترکی است. زبان‌های مغولی و ترکی که تغییر یافته است، وقتی که چنگیز فوت میکنه از او چهار پسر میماند، از چنگیز تولی، جوجی، اوکتای و جغتای. جغتای یا جغتای یا جغتای والی مارانر و خراسان است و این آدم وقتی که پادشاه میشه مردم وابسته به این دولت از به نام دولت جغتایی یا جغتایی میگن که مرکز استانبول است. این آدم وقتی که از او فوت میکنه، بعد از فوت از او پسرانش به ترتیب قراخان و نواسیش پادشاه میشه. در این دوران است که مناسبات بین زبان فارسی و زبان مغولی بسیار زیاد میشه و واژه‌ها تبادل نظر میشه، با هم تبادله میکنن. و چیزی که بسیار جالب است این است که خانواده زبان مغولی و زبان ترکی زبان جدیدی میآفرینن که این زبان به نام ترکی استانبولی میگن و واژه های مختلف از او است. پس از او که دولت پیش از آمدن تیمور لنگ یا تیمور به اصطلاح پادشاه میشه، دوباره تیمور مورانر در این دوران نواسی جغتای یا جغتای کشور بزرگ به اصطلاح کشور از مغلی تجزیه میشه، یعنی با دولت ماورانر و دولت استانبول جدا میشه. اما تیمور دوباره اردوی زیر وحدت میته و در این دوران است که مرکز هم انتقال میته به هرات و ما به فرهنگ جدید است دوره زبان ترکی جغتایی یا ترکی استانبولی سر کار داریم که شاهرخ مرزا و از جمله علی شیر نوایی، امیر علی شیر نوایی از شخصیت های بزرگ است که در گسترش زبان ترکی مغولی که بعدا ترکی استانبولی که زادی از زبان ازبکی است و در دولت شیبانیان زبان کاملا ازبکی میشه و البته نام ازبکی را بعد از دولت به ایجان آمدن وقتی که روسا دولت بخارا پادشاه بخارا را شکست میتن میگیرن، در دوران دوران نام زیر ازبکی میمونند و قبل از این زبان به نام زبان ترکی جغتایی است یا جغتایی است. امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان ترکی کارهای بسیار بزرگ در زنده انجام میده، آثار بسیار گرانبها می آفرینه و نوشته های بسیار زیبا و جالب دارد. آثار برجسته امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان کارهای بسیار زنده و بزرگ انجام داده است. در دورانی که تیموریان هرات، شاهرخ مرزا و پادشاهان بعدی از این زبان، هر دو زبان همزمان گسترش داده میشه، زبان فارسی و زبان ترکی. در این دوران است که در غرب، یعنی در مناطق دولت غربی عزیز، زبان استانبولی زبان ترکی گسترش میفه، در شرق هم زبان ازبکی و بعدا زبان های جدید دیگه که به نام های ترکمنی و قزاقستانی، قزاقی و
قرغیزی است، نامگذاری میشه البته بعد از که دولت تالچروی ایجاد میشه و این نامه ها جدیدن به نام زبان های مختلف به ملیت های مختلف میشه. در حقیقت کل از یک خانواده زبانی هستن، آذربایجانی همچنان. خب با گسترش در پیوند بسیار نزدیک بین زبان، پیوند بسیار صمیمانه و وامواژه ها دو زبان میان، زبان خانواده مغولی و زبان خانواده هندواریایی که زبان فارسی در این دوران حاکم است، بین زبان تبادل واژه ها بسیار صورت میگیره. در فرایند واژه های زیاد از زبان ترکی و مغولی به زبان فارسی را میگوشه. بعد از اینکه دولت تیموریان از بین میره و دولت گورگانی به ایجاد میشه در هند و بابر گورگانی دولت مغولی هند ایجاد میکنه، در شمال هم دولت شیبانی ها هستن و در غرب خراسان قدیم که افغانستان امروزی است دولت صفوی است. در این دوران است که در وقتی که بابر از کابل حرکت میکنه میره به دیلی و دیلی رو میگیره، در این دوران به گسترش زبان بابری، بابر خودش به گسترش زبان فارسی کمک میکنه. پسر از همایون و بعد عقیب از شاهجهان، جهانگیر و تمام پادشاهانی که در هندستان دوران پادشاهی مغولی هند یاد میشن، اینا به جای زبان مغولی به گسترش زبان فارسی زیاد کمک میکنن. زبان فارسی در همین دوران گسترش پیدا میکنه و از شرق و غرب میره و دولت زبان رسمی دولت مغولی هند زبان فارسی است. و زبان مغولی هم واژه های زیادی از زبان ترکی و مغولی در زبان فارسی و زبان پشتو و در زبان های بلوچی پشهی امثال زیرا میگوشه که در زبان گفتاری مردم افغانستان هم واژه های بسیار زیاد است و بخصوص در زبان پشتو و زبان فارسی واژه های بسیار زیاد هستند. من نمونه های مختصر کوتاهی از براتون عرض میکنم. واژه ولس یا یولس که امروز در ولسی جرگه با کار میبرن، واژه یرگه یا جرگه، واژه مشران، اینا واژه های مغولی هستند که در زبان فارسی آمدن. واژه لوی در زبان مغولی به معنی بزرگ است. تحقیقات که دانشمند بزرگ استرابادی در مورد زبان ترکی کرده و زبان واژه های زبان ترکی را جمع آوری کرده و بعدا زبان به زبان واژه های مشترک ترکی به زبان فارسی را ترجمه کرده، کار استرابادی کار بسیار بزرگ و شایسته است که در برنامه پسین در مورد کار شایستگی های استرابادی در کتاب بزرگش که به نام سنگلاخ، فرهنگ سنگلاخ نام داره، کارهای بزرگ انجام داده و واژه ها رو بدون سیمیز کرده که اکثر واژه هایی که مشترک فارسی و مغولی هم با واژه های ترکی و مغولی در زبان فارسی رو ما جمع آوری کردیم و در صحبت سخنرانی بعدی خود نمونه های از اون رو بر شما عرض خود کردم که چقدر واژه های مغولی در زبان فارسی و در زبان پشتوی ما رحم شده و چنانچه که بسیار مروج شده و کاربرد پیدا کرده و حتی آدم فکر میکنه که از زبان خود ماست، در حالی که واژه ها بسیار زیاد است. بچه گرفته، چوچه، کوچه، تنها در بخش چد، باشی، قیماق، شلوار و مثال از اینهایی وقتی که گسترش بتیم در زبان ها لهجه های مختلف زبان فارسی بسیار زیاد است و میتوان که نمونه های زیادتر از این داشت و بیرون نویس کرد که من البته در برنامه 16-15 خود مشخص در مورد نقش زبان ترکی و مغولی در زبان فارسی و پشتو و واژه های که در این زبان آمده یک یک خدمت شما برنامه خواهم داشت و به یقین که طرف توجه شما قرار خواهد گرفت. در باغ دو چشمای پشینا میشه از چشم تو خورشیده ببینا، میشه در باغ دو چشمای پشینا میشه از چشم تو خورشیده ببینا، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینو، میشه در باغ دو چشمای پشینو، میشه از چشم تو خورشیده ببینو.
خورشید رو خطا بکنم، میشه یک روز در آینه نور تو را من خوب تماشا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینم، میشه در باغ تو چشمای بشینم، میشه از چشم تو خورشیده ببینم. گلهای زمستان زده را نفس گرم کسی واقع کنن، میشه ابرا همه باران بگیرن، چشمه ها را همه دریا بکنن، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل بارانه بچینو، میشه در باغ تو چشمای بشینو، میشه از چشم تو خورشیده ببینو. بینندگان عزیز، در این بخش برنامه میخواییم یک مطلب بسیار جالب خدمت شما عرض کنم. من و اکثر ادبیات، البته بنده ادبیات شناس نیستم و خادم شما هستم و کسایی که در بخش ادبیات شناسی و زبان فارسی کار کردن به این باور هستن که ما زبان سره در دنیا نداریم، زبان سچه هم در دنیا نداریم. زبان ها یک پیوند ارتباط دیالکتیکیه یکی با دیگه دارن و همین مسئله موجب شده که یک زبان به دیگه زبان با واژه ها را وام بده. اما مشکلی که وجود داره و تمام نویسنده ها به این باور هستن که واژه های هر زبان به زبان خودش سرسازی شود. سرسازی به این معنا که واژه هایی را که از یک زبان به دیگه زبان رفته و هویت زبانی را خراب می سازه، نگارش دشوار می سازه، این یک دشواری است که ما با اون مواجه هستیم. ما چگونه باید این دشواری از بین بریم؟ یک کاربرد واژه های خود زبانه که پیشینه داشته و درست است دوباره باید به کار بریم. واژه هایی را که در زبان است و ما او را به کار نمی بریم به کار ببریم و این کار درست است. البته هیچ به این معنی نیست که واژه هایی را که در زبان فارسی، خب صحبت ساده تر می کنیم، در زبان فارسی خود ما، فارسی دری ما، ما واژه های عربی، ترکی، مغولی، پشتو، هندی و انگلیسی، فرانسوی رو زیاد داریم، از هر زبان داریم. نمونه هایش هم براتون عرض کردیم قبلا. واژه ها را تو تغییر دادیم. وقتی که ما میگیم هریکین یا الیکین، واژه هریکنت لامپس که انگلیسی است، ما هریکین ساختیمش. واژه بوت، واژه و واژه انگلیسی است که تاریخ هندی ها در کشور ما در کابل آمده. مثلا پتلون یا پتلون از انگلیسی آمده و تغییر داده، ما هندی ها تغییر دادن، ما تغییر دادیمش. همچنان از زبان عربی صدها واژه آمده و این در زبان ما فعلا تنشین شده. مگر همزمان به این واژه های خود زبان در پهلوی از اونها باید استفاده شود. یعنی اگر استفاده میشه کار نادرست نیست. اگر هر قدر زیادتر استفاده کنیم ما به مشکل کمتر مواجه میشیم. بسیار واژه هاست که در فارسی ها نمیتونه با کدام واژه نشتهش کنه، با سواد، با سین، با سه، با کدامش. خود این یک دشواری است برابر کلگی قرار داره. ما یک کوتا جمع بندی کردیم. مثلا به جای واژه همزمان با واژه اولی که اکثرا به کار مثلا اول مکتب، اول نمره، ما نخست به کار بریم. به جای اولی نخستین به کار بریم. همزمان با ابتدا واژه نخست بریم. به جای همزمان با واژه شروع واژه آغاز به کار بریم. همزمان که ما لباس میگیم یا البسه جمعشه میگیم، واژه جامه را هم به کار بریم. جامدان، چیزی که بکس میپرن لباس میبرن.
مثلا فتح یا ظفر داریم، پیروزی رو همزمان با کار بریم. به جای مراجعت اکثرا کس رئیس جمهور از خارج به کشور مراجعت کرده، اگه ما بازگشت بگیمش بد نمیشه. همزمان به یک واژه شجاع عربی رو به کار بریم، واژه دلیر فارسی رو هم به کار بریم، حتی بسیار واژه زیباست. همجا وقتی که ما واژه طعم به کار بریم، مزه گفتاری مردم کابل هم به کار بریم. وقتی که ما عاقبت به کار بریم، در عاقبتی که عاقبت مجسمه سکوکت یا عاقبت طالبایی کار کرد، واژه سرانجام به کار بریم بد نیست. خطیب خطابه رو به کار بریم بد نیست، خوب است ببرینش. ولی اگر ما سخنران سخنرانی رو هم به کار بریم بد نمیشه. ما واژه صلح رو به کار بریم، صلح با طالبان، صلح با امریکا، صلح واژه صلح خلیزاد، صلح چی بهتر است که همزمان با این سازش و آشتی رو هم به کار بریم. سازش و آشتی دو واژه است که به زیبایی بسیار کمک ما میکنه. نم به ایوانه صلح رو به کار بریم، ببریم با اونم در پهلوش. به جای مثلا مشاهده دیدن به کار بریم، همزمان با واژه داخل درون یا تور بگیریم. به جای منهدم نابودی رو بگیریم، به جای اطلاع اکثرا اطلاع زیاد به کار بریم، اطلاع یار آگهی رو هم به کار بریم بد نیست. ما واژه ساحل یا کناری دریا رو به کار بریم، کنار یا کناره رو هم در پهلوی به کار بریم بد نیست. غریب به کار بریم، غریب و غربت به کار بریم، ولی اگه ناشنا رو هم به کار بریم بد نیست. غریبی رو به جایش به همزمان به واژه ناشنایی رو به کار بریم. عیاد داریم، عید داریم، اگه ما جشن با پالی یشن یا جشن که واژه استایی است، اول یشن بوده که عبادت میگفتن، بعد جشن به معنای شادمانی و شادی شده و عید به واژه عربیش از پالیش هم به کار بریم بد نمیشه. به جای واژه سوال، اکثرا سوالات، سوالا رو جواب داد، سوال که سوال، پرسش هم به کار بریم. به جای جواب پاسخ هم به کار بریم بد نمیشه. ما میگیم بی نهایت زیاد است، بی کلانم به کار بریم در پالیش بد نمیشه. ما واژه امداد مددکاری داریم، یاری رسانی هم به کار بریم، امدادگران یاری رسانان بگیم بد نیست. عازم به اطلاع شریف شد حجاج ما، اگه واژه عازم به کار بریم پهلیش رهسپار هم به کار بریم ضرر نمی کنیم. اگه ما مقابل به کار بریم، من مقابل شما هستم، فلانی مقابل فلانی، روبرو رو هم به کار بریم. چه واژه مقبول در گفتاری مردم ما میگیم بهتر روبرو بشینم روبرو بگویم، روبرو با هم صحبت کنیم. واژه روبرو رو هم در نوشتار خود به کار بریم بد نمیشه. ما مساوی رو به کار بریم، یک به یک مساوی شدن، برابرش هم به کار بریم. مردم کابل چه واژه زیبایی دارن، بیادر برابری، برادری، برابری، برابر، کپای ما برابر. واژه برابر هم در برابر مساوی همزمان با مساوی اگه به کار بریم بد نمیشه. ما واژه نصیحت به کار بریم، چه یک واژه دو واژه مقبول فارسی در پهلوی داریم، پند و اندرز. نصیحت الملوک نمیتونیم پند شاهان بگیم، ولی ما میتونیم نصیحت کنیم، پند بتیم یا اندرز بتیم برشان، هم به کار بریم بد نیست. واژه رو بسیار زبان زیبا میسازه، آدم دلپذیرتر میسازیش. واژه مجلس به کار بریم، مجالس میگیم، انجمن هم به پهلوش ببریم بد نیست. و زبان گفتاری مردم پنجات خانه دارن که در قدیم کابل به کار بردن، اگه در پهلوی به اصطلاح انجمن پنجات خانه رو به کار بریم بد نمیشه. عقل ما به کار بریم، واژه عقل خوب است و خرد در پهلویش است، گرچه عقل و خرد برخی دو گونه تعریف دادن، ولی در حقیقت خرد و عقل یک معنی دارن. ما میگیم محبوسین طالبان زندان رها کرد، یک زندانی در پهلوی به کار بریم، در واژه فارسی است که در هندی به کار بره، در استایی به کار رفته، زندانی در سانسکریت به کار رفته و هر دو زبان و مردم کابل در پشتو زندانیان خلاص شو هم به کار میره. یعنی که این واژه زندان در پهلوی محبوسین هم به کار بریم. موفقیت به کار بریم، کامیابی هم یک واژه زیباست به کار بریم. بچه‌ها میگن کامیاب شد، کامیابی پارچه کامیابی را در پهلوی موفقیت که میگیریم اونم به کار بریم. ما واژه عظیم همیشه به کار بریم، ولی در پهلوی واژه سترگ هم به کار بریم، کلمه را به کار بریم، کلمات را به کار بریم، ولی واژه هم در پهلوی واژگان و واژه ها را هم به کار بریم بد نمیشه. انتخاب میگیریم، انتخابات پارلمانی، اگه ما واژه گزینگاه و گزینش هم در پهلوی به کار بریم هیچ ضرر نمیکنیم، یک واژه خوب میشه و واژه ها زیباتر میشه. به می ترتیب واژه استقامت پایداری، تذکر یادآوری، قریب نزدیک و میان از اینا رو در رایده براتون عرض خود کردم. اگر ما در پهلوی واژه های زیبای عربی که در زبان فارسی و پشتوی به کار میره معادل یا همگون همسان از که در زبان فارسی داریم و کمتر به کار بریم و در زبان گفتاری مردم است به کار بریم ضرر نمی کنیم. برای ما هم خوبه، نوشته های ما هم زیبا می سازد، قلم ما هم رسا می سازد و زبان ما هم بهتر و سترتر می سازد. تعصب نیست، پیورزگرایی واژه فارسی قدیمی تعصب، اینجا پیورزگرایی یا پیورزگری نیست، فقط
درست نویسی و فارسی نویسی درست بکار است. این بود برنامه امشب ما. همیشه شاد و خوجسته و خردمند باد. بدرود.